سازمان بهداشت جهانی در یک گزارش جدید به اثرات نوشیدن الکل در زنان و مردان اشاره کرده. مهمترین اثری که در گزارش به آن اشاره شده، رابطه نوشیدن الکل و بروز سرطان پستان در زنان است. نظرسنجی سازمان بهداشت جهانی در 14 کشور اروپایی نشان داده، در میان زنان از هر 100 نفر فقط 21 نفر از رابطه الکل و خطر سرطان پستان آگاهی دارند. گرچه در مردان وضعیت بدتر است و از هر 100 مرد فقط 10 نفر از رابطه الکل و سرطان کبد باخبرند. سازمان بهداشت جهانی میگوید وضعیت در سایر نقاط جهان هم بهتر از این نیست. اثر الکل بر بروز سرطان مربوط به تبدیل اتانول به استالدهاید یا اتانال است. ماده شیمیایی که به دی ان ای یا مولکول وراثتی حیات صدمه میزنند. مطالعات نشان داده استالدهاید زمینه بروز جهش‌های ژنتیکی را در سلول‌ها فراهم می‌کند. یکی از این جهش‌ها باعث افزایش تولید هورمون استروژن می‌شود. استروژن هورمون دستگاه تولید مثل زنان و عامل رشد اندام‌های زنانه نظیر پستان هاست. اما تولید بیش از حد آن منجر به سرطان پستان می شود. سازمان بهداشت جهانی در گزارش جدید خود از افزایش موارد سرطان پستان در کشورهای اروپایی خبر داده. تنها 2 سال پیش 600 هزار زن اروپایی به دلیل سرطان پستان تحت درمان قرار گرفته بودند. عامل 66% سرطان پستان در این زنان مصرف روزانه الکل بوده. نزدیک به 1/3 این زنان 2 پیاله کوچک شراب در روز مصرف می کردند. مصرف الکل در کشورهای اروپایی از 25 سال پیش تا کنون تغییری نکرده. گزارش سازمان بهداشت جهانی به تعهد دولت‌های اروپایی برای تشویق شهروندان به مصرف کمتر الکل اشاره دارد. زیاد شدن روزهای غیبت کاری کارمندان به دلیل بیماری‌های ناشی از مصرف الکل و هزینه‌های درمانی بیماران اقتصاد کشورهای اروپایی را تحت فشار قرار داده. همایون خیری، لندن.